عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سنین هستم با یکی دیگه از برنامه طبقه‌بندی موسیقی ایران در خدمت شما هستیم. همچنین که می‌دونید در این جلسات طبقه‌بندی میهمانان عزیزمون در حیطه موسیقی تشریف میارن و نظراتشون رو در مورد طبقه‌بندی اولیه جایزه موسیقی ایرانیان که در حال شکل‌گیری هست اعلام می‌کنن. میهمانان امروز رو خدمتتون معرفی می‌کنم و ازشون می‌خوام یک مقدار به صورت مختصر در مورد فعالیتی که میکنن بگن برای بینندگان عزیز که کسانی که نمیشناسنشون بیشتر باشون آشنا بشن. من اینا دو پارتی بازی کردم و اول بانگ جمع و خدمت معرفی میکنم. سلام خانم زندگی. خانم زندگی خیلی خوش آمدید. اگه لطف فرمایید یک مقدار برای بینندگان از فعالیتی که میکنید بگید. سپاسگزارم. درود بر شما. مرسی از دعوتتون. سپاسگزارم. من زندگی مصومی هستم و در مورد فعالیت موسیقیم صحبت بکنم. من سال 89 شروع کردم به ستار نوازی و کلاسه ستار رفتم. اون موقع ایران بودم و بعد تا سال حدود سال 93-94 بود. سال 93 با حال زیاد حافظم یاریم نمی کنه. تا سال 93 ستار می زدم، توی حالا گروه های ستار نوازان شرکت می کردم و سعادت آشنایی با استادای بزرگ مثل استاد درخشان، استاد محمد موسوی، استاد مشبا عسکری و اساتید بزرگ ایران رو داشتم. آشنایی باشون، در کنارشون بودن توی حالا بزمایی که بودن، مثلا دعوت هم میکردن. و بعد از اون توی برنامه آکادمی گوگوش شرکت کردم. به همه خیلی به هم میگفتن صدات خیلی زیباه و باید پیگیری بکنی برای آوازت. اساتیدم به هم میگفتن و به خاطر اینکه حالا توی زمینش هم داشتم ستار میزدم، دیگه رفتم توی آکادمی گوگوش و اون تایم هنوز ایران بودم و به آکادمی گوش دعوت شدم، ولی به دلایلی که اون زمان ایران تحریم بود من نتونستم به خود آکادمی بخوام شرکت بکنم، از ایران بخوام برم لندن، اون تایم نتونستم برم. ولی خب تونستم باز دو مرتبه با اساتیدی بزرگی مثل استاد شهرام آذر آشنا بشم و بعد ایشون صدای من رو شنیده بودن و با من کانکت شدن و من رفتم به گرجستان، موف کردم به گرجستان و در گرجستان کلاسه آواز کلاسیک رفتم، کلاسه آواز ورکشاپ استاد هومن خلط برای شرکت کردم. آواز کلاسیکم استادم استاد اینا بود، یه استاد خارجی خیلی خوبی بودن تو همون گرجستان. و بعد دیگه بیشتر الان فعالیتتون در زمینه آواز فردای لس آنجلسی مثلا میخواستن اوپنینگ کارهاشون رو من اجرا بکنم، دیگه توی این زمینه فعالیت کردم و آواز رو ادامه دادم. آواز سنتی، آواز کلاسیک. سلامت الان در خدمتتون هستم. الان هم دیگه خب یه تایمی من کاور اجرا میکردم، کاور خواننده ها رو اجرا میکردم، بیشتر هم کاور خواننده هایی مثل خانم گوش اجرا میکردم، ولی الان دیگه خودم کارای خودم رو دارم و الان دیگه توی پروسه پخشه و امیدوارم که بتونم پخش خیلی خوبی هم داشته باشم. مرسی، ممنونم از شما. توضیحاتتون هستیم در خدمت جناب آقای محمد مهدی گورنگی. آقای گورنگی خیلی خوش آمدید، خوشحال میشیم یه مقدار از خودتون بشنویم. خواهش میکنم. من هم سلام میگم خدمت شما و همه دوستان عزیز، هنرمندان محترم. من محمد مهدی گورنگی هستم. تحصیلاتم در زمینه موسیقی آهنگسازی و اتنوموزیکولوژی بوده و آهنگساز هستم بیشتر و مدرس موسیقی و دانشگاه. بیشتر توی این سالها، شاید توی این دو سه دهه بیشتر فعالیتم حالا هوش موسیقی فیلم بوده. بسیار عالی. مرسی، ممنون که تشریف آوردید. هستیم در خدمت جناب آقای مهرداد حمیدی. خیلی خوش آمدید. یه مقدار برای بینندگان از خودتون. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه دوستان عزیز، آقای گورنگی و همه عزیزانی که اینجا هستن. خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. من مهرداد حمیدی هستم، آهنگساز و تنظیم کننده، فارغ التحصیل رشته موسیقی و آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی پاپ البته.
و هستم در خدمتتون. مرسی، متشکرم که تشریف آوردین. هستیم در خدمت جناب آقای خشایار کریمی. آقای کریمی رو یه مقدار از خودتون. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان. خشایار کریمی هستم، 29 ساله، ساکن تهران هستم. موسیقی الکترونیک کار میکنم، سبک ترانس و تکنو. در خدمتتونم. بسیار عالی، مرسی، ممنون از شما که تشریف آوردین. مطالبی اولیه که خدمت عزیزان ارسال شده که درش مطالعه داشته باشن و برای ما در موردش صحبت کنند رو خدمت بینندگان عزیز یک بار دیگه میکنم که برای میهمانان عزیز هم یادآوری بشه و بعد یکی که نظر عزیزان رو در موردش میشنویم. تقاوندی موسیقی جواد پارسی، تقاوندی پیشنهادی البته که با نظر عزیزان در جلسات مختلف در حال تغییر هست که آپدیت بشه. خواننده پاپ مرد داخل ایران، خواننده پاپ زن داخل ایران، بهترین گروه پاپ ایران، خواننده پاپ مرد خارج ایران، خواننده پاپ زن خارج ایران، بهترین گروه پاپ خارج ایران، خواننده سنتی مرد، خواننده سنتی زن، خواننده موسیقی محلی مرد، خواننده موسیقی محلی زن، بهترین گروه سنتی، بهترین خواننده گروه کلاسیک، خواننده رپ مرد داخل ایران، خواننده رپ داخل ایران، خواننده گروه راک مرد، خواننده گروه راک زن، بهترین آلبوم بی کلام، آهنگساز، ترانه‌سرا، تنظیم آهنگ، ضبط، بهترین آلبوم، بهترین ویدیو، بهترین زن ویدیو، بهترین مرد ویدیو، بهترین تدوین، بهترین کارگردانی، طراحی پوستر، نوازنده برتر. این تقویمندی اولیه هستش که با توجه به جوایز بین‌المللی دیگه و جوایزی که حالا توی ایران وجود داره و به خاطر حالا شرایطی که وجود داشته حالا توی ایران بعضی اوقات مجبور شدیم که تفکیک زن و مرد داشته باشیم که بعضی از عزیزان برای این باور بودن که تفکیک زن و مرد رو نباید داشته باشیم ما، ولی خب عزیزان بعضی از بانوان که از داخل ایران شرکت کردن جلسات ما گفتن که این تفکیک باید وجود داشته باشه، چرا که حال برای بانوان در ایران خانندگی مقدار مشکل هست، برای همون تفکیک زن و مرد رو از ما خواستن که حتما وجود داشته باشه. بیشتر نظر بانو زندگی رو در مورد تقاعدی اولیه که به نظرشون چه چیزی کم یا زیاد هست. واقعیت خیلی دوست داشتم و فقط دوست داشتم که خواننده اپرا توی طبقه بندیتون جای داشت، چون من خودم این سبک رو خیلی دوست دارم. خواننده اپرا، بسیار عالی، نظر شما رو من یاد داشت کردم. بیشتر این نظر جناب آقای محمد مهدی بورنگی. خب من فکر میکنم که طبقه بندی خوبیه، نسبتا کامله، فقط یکی دوتا مورد رو به نظرم میشه باز گنجون در اضافه کرد. یکی موسیقی فیلمه که قبلا هم بهش اشاره کردیم، میتونه بهترین آهنگساز فیلم باشه یا بهترین موسیقی فیلم به صورت مجزا. البته این اگر که شما شاخه فیلم رو هم داشته باشین توی مجموعه بررسی در واقع فیلم های تولید شده، میتونه توی اون شاخه هم بره، یعنی همطور که بهترین بازیگر، بهترین کارگردان انتخاب میشه، بهترین آهنگساز فیلم هم یا بهترین موسیقی متن فیلم هم میتونه همونجا انتخاب بشه. اینجا باز پژوهشگر موسیقی به نظرم جاش خالی هست که میتونه اضافه بشه، بهترین پژوهش و پژوهشگر موسیقی، و فعلا همین رو من به ذهنم رسیده. جناب خواننده اپرا هم که فرمودن اگر که جوایز در واقع ما جواز فیلم و سینما و تئاتر داشته باشیم، برای موسیقی فیلم به نظرتون بهتر است بره توی اون شاخه نه تو شاخه موسیقی، درسته؟ ببینید عرف اینجوری هست که توی جشنواره هایی که مربوط به فیلم هست همونجا موسیقی متن رو هم انتخاب میکنن، اما خب من از خودم به عنوان کسی که خودم هم کارم موسیقی فیلم هست بیشتر و بوده، که اینجا هم به صورت تخصصی ما بتونیم بررسیش بکنیم، حتی کارگروه داشته باشیم، و چون که موسیقی فیلم هم خودش میتونه شاخه های مختلفی داشته باشه و میتونه واقعا بررسی تخصصی بشه. توی اون بخش شما میایین مثلا یک فیلمی رو بررسی میکنیم، بعد مثلا نور، صدا، نمیدونم تدوین، بازیگر، کارگردان به اضافه موسیقیش هم اونجا بررسی میشه. اما اینجا ما میایین مثلا موسیقی فیلم های سال گذشته رو میایم بررسی میکنیم و یک دوستش میکنیم، بهشون امتیاز میدیم و
یعنی به تصویر کاری نداریم. ما اینجا به صورت مجزا میایم موسیقی فیلم هایی که تولید شده رو بررسی میکنیم. اون پژوهش موسیقی هم باز میتونه شاخه‌های مختلفی داشته باشه توی اتنوموزیکولوژی. در مورد اپرا که فرمودن، خواننده اپرا، خیلی خوب اشاره کردن، ولی من فکر میکنم که میاد زیر مجموعه همون خواننده کلاسیک قرار میگیره. درسته. البته یک نکته دیگه من بگم راجع به این قضیه، که اگر ما اپرا رو هم بخوایم بررسی بکنیم، باز هم میتونه این بهترین خواننده اپرا، بهترین سوپرانو، بهترین نمیدونم تنور، این میتونه توی اون کاتگوری قرار بگیره به صورت تخصصی. ببخشید. یعنی منظورتون اینه که زیر شاخه‌هاش یه مقدار گسترده تر بشه؟ بله بله، این میتونه اگه بخوایم اپرا رو به صورت مجزا و تخصصی بررسی کنیم به عنوان یک شاخه، یعنی ما اینجا فقط نیم خواننده رو در نظر بگیریم، بهترین اپرایی که نوشته شده. البته متاسفانه توی ایرانی ها، خب میدونید بچه های ما چون که داخل ایران مخصوصا دست و بالشون خیلی بسته است برای اپرا نوشتن، به خاطر اینکه از صدای زن نمیشه استفاده کرد، یه محدودیت هایی هست. حالا اپراهای عروسکی مثلا تجربه شده، یا قدیمتر کسانی مثل استاد پژمان خب اولین اپراهای ایرانی رو نوشتن، اما میشه از اینها تقدیر کرد، میشه تشویق کرد جوانها رو به نوشتن اپرا. یک شاخه مقفولی هست که متاسفانه سالهاست بهش پرداخته نشده، دقیقا از بعد از انقلاب 1357. درست. مرسی، ممنون از شما. بیشتر این نظر جناب مهرداد همینجوری راه همین. خواهش میکنم. بله، آقای گرنگی اشاره درستی کرد راجع به تفکیک به قول معروف دیتیل بار این سبک اپرا که آلتو و تنور و سبک خواننده هاشون و حالا آهنگسازاشون و کامپوزرهاشون. ولی من یه چیز دیگه که فکر میکنم اگر که اشتباه نکنم جا افتاده بود، موسیقی بی کلام بود اگر که درست بگم، اینسترومنتال میوزیک. اگر که تو این زمینه هم بخوایم بررسی کنیم، این شاخه هم میشه مورد بررسی قرار بگیره و براش جایزه تخصیص داده شه. فقط یه سوالی که من از سنای عزیز داشتم اینه که این جوایز به چه شکل، چون این دسته‌بندی‌ها آقای گورنگی هم اشاره کردن خیلی کامله، یعنی چه برای خواننده‌ها، چه برای آهنگساز، تنظیم کننده موسیقی مقامی و محلی و موسیقی پاپ و راک و سبک‌های مختلف و ژانرهای مختلف موسیقی. این جایزه به چه صورت است؟ من توضیح از اول از خود شما بپرسم که به چه شکلی قراره این جایزه و چه کسانی قراره نظر بدین، دوستانی که نظر میدن راجع، چون موسیقی میدونی که موسیقی فیلم آقای گورنگی اینجا تخصصش اصلا ایشون بیشتر تو این زمینه هست و البته صاحب نظر تو زمینه‌های دیگه هم هستن. میخوام ببینم که برای مثلا موسیقی محلی و مقامی، برای ارکستراسیون، برای موسیقی کلاسیک، برای موسیقی فیلم، برای موسیقی تئاتر، اینا میخواستم ببینم این کاتگوری و این دسته‌بندی‌ای که صورت میگیره از هر کدوم از این شاخه ها اساتید خاص خودشون هستن که تشخیص بدن بزنه این که خیلی چیزا سلیقه‌ای میشه، یه سری چیزا مارکتینگه، یعنی بحث بازار رو در بر میگیره. مثلا میگی بهترین خواننده پاپ، اوکی، بهترین خواننده پاپ از لحاظ فروش آلبومش، شنیده شدن ترکش، صدایی که داره، میدونی خیلی دسته‌بندی دیتیل وارتر باید شکل بگیره، چون بخاطر اینکه من بپرسی کسی که پدیده مثلا پاپ امروزه یه اسمی رو میبرم، از همکار من بپرسی یه اسم دیگر میبره، بستگی به اون نوع نگرش داره. و اینکه خب میگم سلیقه، یکی میگه گرشا رضایی به عنوان مثال، یکی میاد میگه مثلا چه میدونم حالا عزیز دیگه ای. ولی میخوام بگم که این، میخوام اینو از خود شما اول بپرسم که این کاتگوری، این دسته بندی، حالا برای خانم ها یه شکل، برای آقایون فرق نمیکنه، خواننده خانم، خواننده آقا، تو زمینه پاپ راک فرق نمیکنه، اینو اول از شما بپرسم. و اینکه جوایز هم به چه شکل هست و این دوستانی که نظر هم قراره بدن چه عزیزانی هستن. باشه، در پاسخ به آقای حمیدی و سایر عزیزانی که این سوال رو ممکنه در ذهنشون داشته باشن، هم که تو جلسه قبل هم خدمتتون اعلام کردیم، در واقع طبق بندی اولیه که در این جلسات که میبینید در خدمت عزیزان هستیم و در نظرشون رو در مورد طبق بندی اولیه میگن، در جلسات بعد در مورد اعضای آکادمی با خود عزیزان صحبت میشه که به نظرشون چه کسانی صلاحیت و عضو آکادمی شدن رو دارن. از خود شما عزیزان سوال میشه توی جلسات بعدی که
به نظرتون چه کسانی باید باشن اعضای آکادمی؟ فرم های ارسال میشه برای عزیزان، اعضای پیشنهادی رو برامون میفرستن که به نظرشون چه کسانی باید باشه در هر حیطه مختلف. در مورد جوایزی که فرمودید کاملا درست میگید، سلیقه‌ای ممکنه باشه، ولی با توجه به اینکه جوایزی که در نظر گرفته میشه مثل گرمی و اسکار همیشه دارای دو تا شاخه هستی که رأی آکادمی یا رأی مردمی، در این جوایز هم به همین صورت خواهد بود. آکادمی به صورت تخصصی رأی خودش رو جدا خواهد داد و مردم هم چون هم تو که شما فرمودید مردم هم سلیقه‌های مختلف خودشون رو دارن، اونها رأی رأیشون رو جدا خواهند داد و بعد به صورت کامبینیشنی از رأی مردمی و رأی آکادمی خواننده حالا یا ترانه‌سرا یا نوازنده انتخاب خواهد شد. در مورد اینکه چه نوع جوایزی در نظر گرفته شده، بعد از جلسه آکادمی به اون میرسیم که در خدمت خود شما عزیزان هستیم و باز که اتفاقا قبل از جلسه با آقای گورنگی و عزیزان صحبت میکردیم، اینکه آیا فقط تندیس باشه، آیا کمکی باشه برای آلبوم بعدی اون خواننده، آیا کمکی باشه برای جهان شدن آلبوم اون خواننده، اینکه این جایزه در واقع در چه بُعد و در چه سایزی باشه، اون هم توی جلساتی که بعد از آکادمی که شما عزیزان میایین میگین که به نظرتون چه کسانی صلاحیت و اعضای آکادمی شدن موسیقی رو دارن، بعد از اون خود عزیزان میان پیشنهاد میدن که به نظرشون برای یک کسی که نفر اول مثلا خواننده زن موسیقی میشه چه جایزه‌ای در نظر گرفته بشه براش بهتر است، برای خواننده مرد چی بهتره، یا ترانه‌سرا یا در واقع نوازنده. همه اینها، همه این بستر سازی ها داره با حضور خود هنرمندان صورت میگیره، چون همطور که میدونید ما ایرانی ها تا حالا نداشتیم چنین چیزی رو، چون تا حالا چنین جایزه رو نداشتیم. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که ما این کارو کنیم این کارو کنیم این کارو کنیم بهتر هست، به خاطر اینکه بستر سازیش بهتر با نظرات خود شما عزیزان باشه. امیدوارم پاسخ خوب بوده باشه. خواهش میکنم. مرسی. ممنون. بیشتر نظر در واقع جناب آقای کریمی رو در مورد تاوقندی اولی آقای کریمی. والا دوستان همه نکته ها رو عارض شدن، چیزی باقی نمونده. فقط مرسی از برنامه خوبتون، چون برنامه رو ساختین. من چون خودم موسیقی الکترونیک کار میکنم، خب میدونم کسایی که مثل من تو ایران فعالیت میکنن تو چه مزیقه هستن. به قول گفتنی ببخشید نمیتونم صحبت کنم. مرسی. ممنون آقای کریم رو. بله متاسفانه خب این مشکل ممکنه وجود داشته باشه، ولی هدف برنامه ما این هستش که در واقع کمکی کنیم، یک راهی باشه که بتونن عزیزان صداشون رو برسونن، حالا آثاری که دارن رو ارسال کنن که به داوری در واقع قرار بگیره. با وجود حالا سختی که وجود داره، بعضی از عزیزان به صورت زیرزمینی دارن موسیقی الکتریک رو فعالیت میکنن و زحماتی میکشن که ما امیدواریم که در این راستا بتونیم یه راهکاری داشته باشیم. تا خوب شدن یکم بهتر حال آقای کریمی ما برمیگردیم خدمت بانو زندگی هستی. خانم زندگی، یکی دیگه از در واقع مواردی که توی جلسات مطرح شده در مورد خواننده، چون شما خودتونم خواننده هستید، خواننده‌های زن داخل و خارج از ایران رو که تفکیکش وجود داشته باشه یا نه رو خیلی در مورد صحبت هست. حالا چون شما به عنوان یکی از خواننده‌های زن حضور دارید، به نظرتون این مسئله باید وجود داشته باشه یا خیر؟ بسیار عالی. نظر دوستان و هنرمندان عزیز رو تا این قسمت از برنامه شنیدیم و اما برمیگردیم، هستیم در خدمت جناب آقای محمد مهدی گورنگی. آقای گورنگی، در زمینه در واقع خوانندگان زن داخل و خارج از ایران یک بحثی وجود داره که تفکیک بشه و همچنین در مورد ترانه‌سرا بحثی وجود داره که بعضی از عزیزان میگن که به نظرشون ترانه‌سرا باید در قسمت ادبیات بررسی بشه نه در قسمت موسیقی، ولی خب بعضیا میگن نه، ترانه وقتی ترانه میشه که موسیقی روش قرار بگیره وگرنه شعر هست. در این دو تا زمینه اگر که لطف کنید نظرتون رو بگید که نظر شما رو داشته باشیم ممنون میشم. خواهش میکنم. من فکر میکنم که ما هر چقدر که به صورت تخصصی تر بخوایم پیش بریم بهتر هست. این که بیایم خواننده زن یا خواننده مرد رو فرق نمیکنه، خارج از ایران یا داخل ایران بیایم مجزا بررسی بکنیم، من فکر میکنم که زوم بیشتر و توجه و دقت بیشتری میتونیم روی این افراد داشته باشیم. به خاطر اینکه مسلماً یک خانومی که داره توی ایران میخونه با یک خانومی که داره توی لس آنجلس یا هر کشور دیگه یا هر شهر دیگه داره هنرنمایی میکنه متفاوته. اون در واقع محدودیت های خاصی که توی ایران هممون چهل و چند ساله که باش درگیر هستیم و در واقع داریم میجنگیم تا خودمون رو از این
منجلابی که وجود بدیم مسلماً محدودیت هایی ایجاد میکنه که هم برای خانم ها مسلماً بیشتره و هم برای هنرمندان مرد این محدودیت ها وجود داره. یعنی فکر نکنیم که فقط مربوط به خانم هاست. آهنگسازان مرد هم در ایران توی همین محدودیت ها دارن کارشون رو ارائه میدن، نوازندگان هم همینطور. بنابراین من فکر میکنم که اگه ما به صورت مشخص در و کسی که بیرون از ایران هستن و این محدودیت شاید بشه بهتر تصمیم گرفت و نفرات بهتر و دقیق‌تری رو مشخص کرد. در مورد ترانه‌سرا هم من فکر می‌کنم که ما درستی که به هر حال ترانه‌ای اما ترانه برای موسیقی ساختن، برای یک قطعه موسیقی ترانه سرودن باز متفاوته و میتونه تخصصی تر باشه تا یک کسی که برای دل خودش داره شعر میگه یا غزل میگه یا هر در واقع سبک دیگه ای از شعر. این هست که من فکر میکنم که ما میتونیم توی جوایز موسیقی ترانه سرایی رو هم داشته باشیم، منتها مسلماً از ترانه سراها استفاده بکنیم. ما هم دان موزیسین، آهنگساز یا بنده میتونیم نظر داشته باشیم، اما سراتر شاید بشه از همون پوان بیشتری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم مثل آکادمی ها استفاده کرد. در آکادمی ها خدمتون گفتم مثل آکادمی علوم فنون سینمایی که 2-3 سال هست تأسیس شده، نفراتی که کارشناس اون رشته هستن رأیشون پوان بیشتری هست، امتیاز بیشتری هست برای اون شاخه تخصصی. مثلا کسی که آهنگساز هست رأی مهمتر و پوان بیشتری داره تا کسی که مثلا کارگردان هست داره در مورد آهنگسازی. اینجا هم باز همینطور ما میتونیم و بیشتری دارن بیشتری من صدای آقای گورنگی رو متاسفانه ندارم، فکر کنم اینترنتشون نمیاد. شامل اون راتون آقای گورنگی صدای ما رو داری؟ فکر میکنم این مقدار اینترنت ضعیف شده، من این مقدار صدا رو ضعیف دارم. برمیگردیم خدمت آقای گورنگی، میریم خدمت آقای حمیدی. نظر آقای حمیدی رو میشنویم. آقای حمیدی آیش میکنم. بله اینترنت آقای گورنگی فکر میکنم دچار مشکل شد. در ارتباط با بحث تخصص، حالا آقای گورنگی فرمودن برای بحث ترانه، من عرض کردم برای هر ژانری، برای هر زمینه، مثلا برای بحث ترانه از کارشناسایی که متخصص این بخش هستن باید استفاده بشه. برای زمینه آهنگسازی به همچنین برای زمینه، ببینید تو هر زمینه وقتی که کسانی که تحصیلات آکادمیک مخصوصا داشته باشن، ببین پیدا کردن خانم سونا، پیدا کردن تالنت مهمترین چیزیه که نه تنها تو موسیقی بلکه تو ورزشمون هم همینطور. اون اتفاقی که باعث بشه که آینده اون قسمت دست این عزیزان بیفته، دست اون افراد بیفته، این خیلی مهمه که به چه شکلی انتخاب بشن، به چه شکلی روند صورت بگیره. که مثلا الان اگه دقت کنید موسیقی های ما، موسیقی که الان توی مارکت پاپ ایران داره شنیده میشه، شاید نهایت دامنه آکوردی که داشته باشه 4 تا آکورد الگوی اسپانیش باشه. یعنی فراتر خیلی نمیرن، یا افرادی فراتر میرن که زمینه تخصصی کار موسیقی، چون باید هارمونی بشناسن، کنجبوهم بشناسن، خیلی چیزا رو ارکستراسیون بدونن که بتونن وارد زمینه‌های دیگه‌ای بشن. عموما اگه نگاه کنین لا مینور، سول ماژور، فا ماژور، می ماژور، حالا این پترن رو شما ببینید، از دو مینور میزنه، از ره مینور میزنه، از می مینور میزنه، از سی مینور میزنه. عموما موسیقی پاپ ایران، یعنی اون چیزی که به گوش مخاطب داره شنیده میشه، عموما تو این ژانر رفته. حالا 6 و 8 4 4 2 4
آرنبی، ترپ، فرق نمی کنه، صفحه مو بیت عوض میشه اما الگوها یکسانه. ملودیا یه بار اگر آکورد مثلا لامینور باشه یه با نوت لا، یه با نوت دو، یه با نوت می، اینا میشن سرآغاز اون ملودی و یه بوری که رفت. این زمینه اگر قرار باشه استعدادی پیدا بشه، اگر قرار باشه دنبال تلنت باشیم، یعنی اون اتفاقی که میگیم این مثلا نخبه، این اتفاق میتونه باشه، این نخبه ملودی ساختن، نغمه پردازی، آهنگسازی، تنظیم کنندگی، موسیقی الکترونیک، خوانندگی، حالا چه آقا باشه چه خانوم باشه، چه نوازنده باشه، چه آهنگساز باشه، چه تنظیم کننده باشه، چه میکسمن باشه، میکس مستر کار باشه، تو استودیو ضبط صدا بردار درجه یکی باشه. من یه حرف روزا باز کنم که ما تالنت شو نیستیم، یه وقت حالا با تالنت شو اشتباهی. بله. عرضم اینه که اون دوستانی هم که میخوان انتخاب بشن به هر حال یه اتفاقی رو باید رقم زد، یعنی قبلا حداقل یه تالنتی، یه استعداد، یه چیزی داشته باشن که الان به یه جایی رسیده باشن که ما آقای گورنگی قرار باشه بگه مثلا این موسیقی فیلم و این آهنگساز رو من انتخاب میکنم به این تیکا، به این دلیلا، ایشون یه چیز جدید آورده با خوده، چیزی که سابق نبوده، تقلیدی نیستش، از روی دست کسی کپی نشده، این یه آورده آورده، برای خود منم جذاب. موسیقی مثلا این سبک موسیقی و الکترونیک اصلا موسیقی متن رو کار کرده و چقدر هم قشنگ، ریورسای خوبه و حالا اتفاقاتی که تو اون زمینه میفته. عزیز دیگه تو تنظیم بنده مثلا بیام بگم آقا این تو آرانجمان کردن، تو تنظیمش مثلا سه تا سبک، سه تا ژانر مختلف رو توی تنظیم استفاده کرده بدون اینکه به بدنه کار لطمه بخوره، بدون اینکه به ساختار موسیقی، به فرمش لطمه بخوره، ضمن اینکه امروزی از ضمن اینکه خواننده تخصصی این نوت ها رو پرفکت ترین حالت اجرا کرده، ویبره درست، تحلیل درست. ببینید میخوام بگم که اگر انتخاب قرار صورت بگیره باید اون عزیزانی که تو اون جلسه آقای گورنگی اشاره کردن نظر میدن واقعا صاحب نظر باشن، وگرنه جوایز دادن که هر عزیزی الان توی موسیقی داره فعالیت میکنه خودش رو به نوعی میتونه، عزیزی که مخصوصا حالا توی موسیقی کاری کرده باشه، چه تو زمینه ترانه، چه تو زمینه آهنگسازی، چه تو زمینه تنظیم، چه نوازندگی، خودش رو شاید مستحق جایزه بدونه به خاطر زحمتایی که کشیده، فعالیتایی که طی سالیان درازی کرده. اما اینکه انتخاب چی باشه واقعا باید کارشناسیش راجبش مثلا بگیم این خواننده تو خانوم به این دلیل، این سبک به این دلیل، این آقا به این دلیل، این به نظر من میتونه خیلی کمک کنه که اون کسی که نظر میده تحصیلات آکادمیک اون زمینه اون رشته رو داشته باشه، پژوهشگر باشه. آقای گورنگی صحبتی راجب پژوهشگر موسیقی کردش، باید بشناسه موسیقی روز و شما نشناسی، تنظیمای امروزی رو نشناسی، شما نمیتونی راجع به ترپ نظری، موسیقی آرنبی نظری بدی، شما باید بشناسی اون موسیقی رو که بتونی نظر بدی. اگر که قرار باشه راجع به موسیقی کلاسیک نظر بدی شما باید بدونی اون پشت داره مثلا دیویزه میکنه اینجا نوت ویالون، باید اطلاعات کاملی راجع به اون قضیه ارکستراسیون داشته باشی که بتونی بگی این آقا داره چیکار میکنه، یعنی خانوم داره چه کار میکنه، تو هر زمینه فرق نمیکنه. حالا من وقتی دوستان خیلی نمیگیرم، استفاده میکنم از صحبت های دوستان. مرسی از نظرات ارزشمندتون آقای نوری. آقای کریمی نظرات شما رو میشنویم، نظر شما در مورد تحقیق خواننده‌های زن و مرد داخل و خارج از کشور و سلام سرکی در شاخه موسیقی یا ادبیات باشه چه نظری دارید؟ والا با کمال احترامی که برای آقای گورنگی و آقای حمیدی قائلم، خدمت رو عرض کنم که کاملا با نظرشون مخالفم. اگه برنامه برای استعدادیابیه، برای جهت‌دهی به موسیقی ایرانه، این کار درست نیست. خیلی از کسا هستن نه تحصیلات آکادمیک دارن نه جایی تعلیم دیدن، ولی خب استعداد درونشون هست. خب بس ما باید از اینا حمایت بکنیم، توی شرایط با گرفتاری که توی ایران وجود داره مکنن. موسیقی چیزی که اصلا دلیه، اصلا ربطی به تحصیلات نداره. چرا تحصیلات کمک میکنه، ولی حرف اول و آخر اون حسیه که شما روی ساز پیاده میکنی، ترجمه میکنی واسه مردم عادی. این نظر شخصی منه، ولی خب نظر دوستانم محترمه. یعنی شما میگین که به خاطر که موسیقی کار دلیه اصلا هیچ تفکیکی نباید وجود داشته باشه؟ ببینید شما دارین نمیخواین به قولی چی میگم، اگه بخوایم اونجوری استعدادیابی کنیم باید بریم توی دانشگاه اونجوری گلچین بکنیم.
ولی اگه میخواین شما حمایت بکنین از کسی که دارن توی ایران فعالیت میکنن توی محدودیت، خب باید اینا رو فاکتور بگیرید. یه نفر هست توی ایران داره توی شهرستان دور افتاده داره کار میکنه، ما خودمون خیلی رو دیدیم توی برنامه‌ای که توی تلویزیون پخش شد، طرف مثلا آورده بودن از یه روستای دور افتاده که نه اصلا به شهر دسترسی داشت نه به آموزشگاه یا دانشگاه یا دسترسی داشت، ولی خب یه چیزی بود که درونش بود. پس اینا قشنگتره که بخوایم ما ازشون حمایت بکنیم، بیاریمشون رو کار، بهشون یاد بدیم، به قول جایزه براشون تعیین کنیم، حمایتشون کنیم مالی. این میشه پیشرفت. سیروان خسروی چند وقت پیش یه مسابقه گذاشت، یکی از ترکاشو گذاشت گفت ریمیکس کنیم. خیلی این کار انجام دادن، ولی اومد از یه نفر که اصلا شاید هیچ کی باورش نمیشد، یه نفر اومد جایزه گرفت، نفر اول شد که و خود من مثلا تعجب بود. مثلا شهاب شولی نژاد یکی از بهترین پرودیوسرهای ایران، شاید هر کسی نشناسدش، بالای 560 واسه لیبل استیت آف ترانس، واسه لیبل آرمادا، واسه شبکه رادیویی آرمی و امبیارم مثلا کار ساخته 60 تا 70 تا، ولی پرودیوسری که تو ایران نمیشناسن، جز بهترین میکس مستر کارهای ایران. کارو زد فرستاد گفت من قبول ندارم، ولی خود یه آدم مثلا ناآشنا اومد حمایت کرد گفت این کار به نظر من خوبه. برنامه خیلی کار قشنگی بود، خیلی اتفاق قشنگی بود. مرسی، ممنون از نظر شما و برمیگردیم هستم خدمت بانو زندگی و نظرش رو میشنم در مورد اینکه آیا در واقع تفکیکی که وجود داره برای خواننده زن داخل و خارج از ایران و اینکه نظرشون میشنم در مورد اینکه تلم سرا آیا در حیطه موسیقی باید قرار داشته باشه یا ادبیات. میشنم نظرشون بانو زندگی بفهم. عذر میخوام، موقع من کانکتم قطع شد، تلفنم زنگ خورد. من واقعا عذر میخوام. سلام از بشه. ببینید من حالا بخوام ادامه صحبت هم صحبت بکنم. تو این مسیر یه خواننده زن خیلی چالشاش متفاوته با یه خواننده آقا. کلن خواننده زن خیلی متفاوته مسیرش با یه خواننده آقا. برای خواننده آقا خیلی مسیر آسون تره و من فکر میکنم که خب باید خیلی بیشتر بها داده بشه به خواننده زن، خیلی باید بیشتر حمایت بشه. واقعا باید با تمام وجودم این درخواست رو، حالا توی الان ما توی این اجتماع هستیم ولی تو هر جایی آدم، هر خواننده‌ای باید این رو بیان بکنه، هر خواننده زنی که واقعا یه خواننده زن نیاز به حمایت داره و این درکش رو خود خواننده زن بیشتر میفهمه تا دیگران، چون مسیری که یه خواننده زن سپری میکنه خیلی سختی هاش براش بیشتره به خاطر جنسیتش، به خاطر خیلی تبعیض هایی که قائل میشن توی این داستان به خاطر اینکه تو خواننده زن هستی. از جامعه خودمون توی کشور خودمون گذشته تا حالا جامعه های بین المللی و اینکه زمانی که بخوای به مسیرت فکر بکنی برای اینکه بخوای به جواب و به نتیجه برسی 100% باید هدف قدرتمندی داشته باشی و این قدرتی که توی هدفت داره بتونه تو رو به نتیجه برسونه. و من واقعا حالا به طبق صحبت‌های شما نظرم اینه که 100% تفکیک قائل میشن برای بین خواننده‌های زن و خواننده‌های مرد توی حال جامعه. بین از زن و مرد نظر شما این هستش که به خاطر حالا محدودیت‌هایی که وجود داره خواننده‌های زن داخل و خارج از ایران هم مفقود بشن، درسته؟ 100% و باید حمایت بشن و باید حمایت بشن 100%، حالا چه درسته. از جانب خانواده چه حالا درسته. و اما در زمینه ترانه سرا به نظر شما ترانه سرا خوب هستش که در حیطه جوایز ادبیات قرار بگیره یا در حیطه جوایز موسیقی قرار بگیره؟ چون یه تفاوتی بین نظری بین عزیزان وجود داره که میگن که حالا ترانه سرا که ترانه است و موسیقی روش قرار گرفته باید توی موسیقی باشه، ولی بعضیا میگن نه ترانه در واقع شعره، باید بره تو قسمت ادبیات قرار بگیره. درست میفرمایید. ببینید این یه حال، این من البته من کسی نیستم که بخوام نظر بدم توی جمع اساتیدی که الان حضور دارن، ولی از نظر من که خودم خب به حال خودم هم دارم توی این هیته کار میکنم و دارم فعالیت میکنم، من خودم الان تراکای خودم رو خودم شعرامو دارم مینویسم.
ولی فکر میکنم که توی حیطه موسیقی باید باشه، به خاطر اینکه به هر حال با توجه به مارکت ما خب دیدگاه متفاوته. مثلا من خودم دیدگاه هم اینه که باید به مارکت بیشتر توجه بکنم و فعالیت داشته باشم. و خب بعضی ها هستن خیلی به معانی شعر، به اینکه ادبی باشه توجه میکنم، ولی من نظرم به موسیقی بودنش. مرسی، متشکرم از شما. اما بینندگان عزیز، همونطور که میدونید این برنامه ها فقط در واقع این برنامه هایی که در واقع شما دارید میبینید نیست، و برنامه در پشت صحنه هم عزیزانی هستن که با ما همراهی میکنن. اگر شما علاقه دارید که با در واقع جواز فارسی قسمت موسیقی همراهی داشته باشید، به من یا یکی از همکارانم پیام بدید که بتونیم در خدمتتون باشیم در جوایز و با هم پیش بردن اهداف این جوایز. نه تو که میدونید این جواز تا حالا شکل نگرفته و تا حالا ما نداشتیم چنین چیز رو، مسلمه ممکنه بالا پایینای زیادی داشته باشیم و خیلی خوشحال میشیم که هر کدوم از شما عزیزان رو در کنار خودمون داشته باشیم. در جلسات بعدی حتما در جلسات نظرات آکادمی و جوایز رو هم از دوستان مختلف خواهیم شنید. برمیگردیم خدمت جناب آقای محمد مهدی گورنگی هستیم. آقای گورنگی، اگر که کلام آخری مونده و دوست دارید نکته‌ای رو بگید، خوشحال میشیم. خواهش میکنم. من هم باز از شما تشکر میکنم و از همه عواملی که باعث شدن که این برنامه برای اولین بار به هر حال اتفاق میفته. امیدوار هستم که اتفاق بیفته، در شروع هستیم و این امیدوار کننده هست. یک نکته رو من فقط خدمتتون بگم. آقای کریملو که فرمودن که در واقع یه مقداری با نظرات ما شاید نسبت به نظرات ما مخالفت داشتن، من فکر میکنم حداقل نظر من این هستش که ما اصلا نمیخوایم، یعنی حداقل من دیدگاه هم این هست که ما نمیخوایم تفکیکی انجام بدیم که چه کسی آکادمی کار کرده، چه کسی به صورت دلی و ذوقی و استعدادی داره موسیقی کار میکنه. همونطور که آقای کریم دو هم گفتن، موسیقی در نهایت اون چیزی هست که تراوش میکنه، اون هنری هست که تراوش میکنه و به گوش یا به چشم و روح و جسم همه شنونده ها و مخاطباش میرسه. بنابراین ما هیچ تفکیکی نمیخوایم قائل بشیم. بحث فقط بحث انتخاب اون هیئت انتخاب یا همون کارشناسا هست که اونها باید یه مقداری از سطح آکادمیک برخوردار باشن، باید اطلاعات آکادمیک داشته باشن تا بتونن به قول آقای حمیدی، مثلا اگه ما میخواییم یک قطعه موسیقی رو در بخش آهنگسازی بررسی بکنیم، باید هارمونیش رو بدونیم، باید بشناسیم کنترپوان رو، باید ارکستراسیون رو بشناسیم و نمیتونیم فقط اینجا دلی تصمیم بگیریم. دلی بله میشه اون قضیه‌ای که یک نفر یه قطعه رو دلی ساخته، خیلی خوب، ممکنم هست که حتی از نظر قواعد موسیقی نقص باشه، ولی اون کارشناس ها باید در واقع اون سطح از سواد آکادمیک رو یا سواد تخصصی به معنای دانشگاه رفتن نیست. ستار نصرایی، من فکر می‌کنم که اون قسمت آخر حرفام شاید به دلیل اینترنت، ضعف اینترنت شاید از بین رفت. من نظرم این بود که ترنسورا میتونه در همین کاتگوری موسیقی بررسی بشه، ولی با کارشناسان همون رشته در کنار موزیسین‌ها. یعنی ما بیایم از دو سه تا از کارشناسان ترانه سرای با تجربه استفاده بکنیم به عنوان رأی های اصلی، اما در کنارش موزیسین ها، آهنگساز ها هم باید در کنارش باشن تا به صورت تخصصی اینها هم دیگر رو تکمیل بکنن. خواننده یا زن و مرد هم باز تاکید میکنم، اگر که ما تفکیکمون به این شکل باشه که بچه‌ای که داخل ایران هستن رو جدا بتونیم بررسی بکنیم، مسلماً به صورت تخصصی تر میتونیم محدودیت‌هاشون رو در نظر بگیریم و در امتیازهامون، در انتخاب‌هامون اینها رو در لحاظ بکنیم و همینطور کسایی که خارج از کشور هستن. یعنی
یک نکته دیگه ببخشید دارم پر حرفی میکنم. میتونیم موسیقی نمایش داشته باشیم حتی در کنار موسیقی فیلم. در بخش موسیقی نیو ایج ما میتونیم در واقع انتخابی داشته باشیم، موسیقی تلفیقی در واقع که شاید حالا توی این کاتگوری جا افتاده باشه یا من ندیدم. به هر حال بازم از شما ممنونم به خاطر برگزاری این برنامه و همه هنرمندان عزیزی که امروز در کنارشون بودیم. مرسی، ممنون از جناب آقای فرنگی. در تکمیل فرمایشات ایشون عرض میکنم که در واقع اون چیزی که فرمودن آکادمی باشه، فکر میکنم اونجایی که ما میایم میگیم رأی آکادمی برای رأی مردمی، این موضوع رو یه مقدار کمک میکنه به حل کردنش که در واقع رأی آکادمی میشه رأی تخصصی و رأی مردمی در واقع همون کار دلیه رو انجام میده دیگه، چون مردم ما خیلی مردم احساسی هستن و سریع هر چیزی رو که میشنون اون قسمت تخصصش رو خیلی نگاه نمی کنن، بیشتر اون قسمت دلیش رو نگاه میکنن و رأی میدن. به نظرم این مسئله فکر میکنم که در واقع صحبت های جناب آقای هومنگ نوا کریمی رو یه جورایی پوشش میده هر دوتا رو و اما میشنویم نظرات جناب آقای حمیدی رو در واقع کلام آخر آقای حمیدی رو. خواهش میکنم. اولا یه تشکر از شما مجددا میکنم بابت این برقراری ارتباط و این مکالمه که بین دوستان عزیز صورت گرفت. چیزی که اولا که عزیزم خشایار عزیز بگم که قطعا سرشار از استعداد، همه جای ایران تو هر زمینه ما استعدادای بی‌نظیری داریم که تو هر زمینه برای خودشون تالنت هستن و اگر بهشون فضا و بها داده بشه قطعا خودشون رو نشون میدن و کمان که من دیدم مثلا یه جوون 17 ساله 16 ساله تو موسیقی الکترونیک تنظیم میکنه که اون دوست عزیزم که مدرس این کار از سن 50 سالگی نمیتونه اون کار رو انجام، یعنی اون ذوق شاید نداشته باشه. اما یه چیزی که هست خشایار عزیز، اگر مثلا یه خواننده یه قطعه یه فالش بخونه، یه نوازنده انگوش گذاری روی سازش غلط باشه، 40 سالم این کار انجام بده، 40 سال داره یه کار غلط رو انجام میده. شما ممکنه یه تلنتی داشته باشی، مثلا میگم یه استعدادی داشته باشی یه ملودی دلی بسازی توی موسیقی، اوکی؟ میگی من یه ملودی ساختم اصلا کل ایران و کل فارسی زبونا از اون ملودی خوششون بیاد، اما شما سواد کافی برای اینکه اونو پردازش کنی، اونو پرداخت کنی، حالا اینو ساختم، دفعه بعدی بیام چی بسازم که اندازه این اتفاق خوب براش رقم بخوره، چگونه اینو گسترشش بدم که بتونم که ملودیای از این دست بسازم یا اینو بتونم پرورش بدم یه خورده مفهومشو به این نیازمند اطلاعات داشتن، بها داشتن این نیست که اون کسی که اینو تالنت تو خودش احساس کرده بیام بهش هزینه بدیم که اون خیلی خب اون کارو پخشش کنه، حمایتش میکنیم، میده دست تنظیم کننده، اونو اوکیش میکنه. حالا صرفا بحث ملودی سازی رو دارم میگم، نوازندگی همینطور، خوانندگی همینجور، بیت ساختن، رپ کردن، رپ گفتن، همه اینا تو زمینه خودش بله قطعا یه تعیید از اون اول، هیچ کسی استاد دانشگاه که نمیتونه وارد بحث هنری بشه، قطعا یه شروعی هر کسی داره، این که تو مسیرش قرار بگیره که بتونه بین‌المللی بشه، موسیقی ایران از این حالت در بیاد، از این عقب افتادگی، از همه جوامع، از این کپی، از این تکرار، از این به قول معروف اتفاقی که همش از ناشی از جاهای کشورهای مختلف هست، از این اتفاق در بیاریم، یه چیزی بشیم مستقل خودمون، یا اصلا رسالت ما همین نباشه، این که حداقل هنرمند خوب معرفی کنیم. این خوب بودن عرض کردم یه معیارایی داره، خیلیاش سلیقه‌ای هستش، خیلیاش هم فنیه. کسی که فالش میخونه، فالش هر چقدرم کار قشنگ بخونه، منه که موسیقی کار کردم و اذیت میکنه گوشمو، نوازنده که فالش بزنه، گز بزنه گیتارش، گز گوش منو اذیت میکنه، اصلا کاری ندارم که با اون داره چه ملودی رو رقم میزن. اما اینکه درست گفتی شما، بله سرشار از تالنت، باید تالنت ها رو ممکنه سواد آکادمیک نداشته باشه، هیچ ایرادی هم نداره، ولی باید تو مسیر قرار بگیره، آشنا بشه، به هر حال اطلاعات اولیه از اون شاخه‌ای که داره کار میکنه رو قطعا میبایست داشته باشه که بتونه موفق شه تو کارش. اما اینکه آقای گورنگی هم فرمودن اون اساتیدی که عرض کردم که نظر میدن راجع به کارها، اون دوستان باید شاخص علمیشون شاخص قابل توجهی باشه. ممنون، بازم تشکر میکنم از خانم سنای عزیز و همه استاد گورنگی و همه خانم بانو زندگی و خشایار عزیزم و خوشحال شدم که در جمعتون حضور داشتم. مرسی، ممنون آقای حمیدی. و اما میشتم کلام آخر جناب آقای کریم بود. والا دوستان پیش کسفت همه چیز
آقای گورنگی فرمودن نیو ایج خوبه؟ صدا خوبه الان؟ خوبه الان صدا بفهم همون سبک نیو ایج که آقای گورنگی فرمودن گروه انیگما رو ما داریم که شاید بنیانگذارشون در خیلی باسواد بشه یا رهبر ارکستر باشه، ولی خب کسایی که دارن زیر مجموعش کار میکنن یه سری آدم های هندی هن که با استعدادن، هیچ سوادی از موسیقی ندارن، ولی خب این همه سر صدا کرده کارشون خیلی میشنویم. ولی خب شاید یه استاد بشینه بخواد کارشناسی کنه هزار تا ایراد ازشون بگیره، فالش دارن بالاخره، ولی خب شنیدنی فالشایی که به گوش قشنگ. من تمام حرفم اینه، حرفم کوتاه میکنم پرسی نکنم، تمام حرفم اینه ما قراره یه استعدادیابی بکنیم، یه حمایت. کسایی که تو ایران دارن کار میکنن فعالیتشون خیلی سخت تر از کسایی که توی حتی کشور اطراف ما. همین متشکرم کریم رو. اینترنت آقای کریم روی مقدارم مشکل داره، صداشون رو بریده بریده شنیدیم، ولی ممنون از نظرتون. و اما یک بار دیگه من اینجا خاطر نشان میکنم ما استعدادیابی نمی کنیم، ما تالنت شو نیستیم، ما در واقع داریم جوایز بین‌المللی میدیم به کسانی که در واقع در این زمینه دارن فعالیت میکنن. درسته که در کنار جوایز بین‌المللی همونطور که میبینیم توی کرانی هم بعضی موقع میان مثلا یه چهره جدید سال رو معرفی میکنن، کسی که یه هو مثلا اومده بیرون و گل کرده، ولی مسلمان کار ما تالنت شوی که تا حالا دیده شده نیست و متفاوت هست. و اما کلام آخر رو از بانو زندگی میشنویم و بعد برم کار رو بیدم. عزیزم سپاسگزارم ازتون که این تایم رو در اختیارم قرار دادید و خیلی لذت بردم از نظر تک تک اساتید، خیلی لذت بردم و خیلی موافقم با اساتید. 100% باید آکادمیک باشه، 100%، چون واقعا گوش ما اذیت میشه اگر که فالشی باشه و خیلی خب بیشتر ماها میفهمیم تا نه اینکه بخوام بگم زمین باشه که مثلا ما، منظور من اینه که بیشتر متوجه میشیم فالشی رو، متوجه میشیم و اینکه آکادمیکه و اینکه کسی دلی میخونه یا اینکه مثلا متوجه داره چی کار میکنه. و این رو کاملا موافقم و 100% باید توی این مسیر اصولی رفتار بشه و کار بشه. سپاسگزارم از شما، از تک تک اساتید و خیلی لذت بردم از این جلسه. مرسی، متشکرم. منم از همینجا شما. مرسی، متشکرم، ممنون. از همینجا من تشکر میکنم از تک تک میهمانان عزیزی که در برنامه امروز حضور داشتن. عزیزان رو در جلسات بعدی آکادمی و انتخاب در واقع اینکه اعضای آکادمی چه کسانی باید باشن، چه اولویت‌هایی باید داشته باشن، چه استعدادهایی باید داشته باشن و اینکه جوایز چه چیزایی باید باشه در ادامه برنامه‌های ما خواهید دید و بیشتر از سخنان این عزیزان خواهید شنید. ممنون که با ما همراه بودید. در نور و عشق باقی بمانید. خدا نگهدار.